ادامه برنامه صبح زندگی، دوباره خوش آمدین. گزارش همکار خوب موفق امیری همچنان خیلی جذاب و دیدنی بود. با شما هستم، مهمان خیلی گرامی داریم، همکار خوبم، پارتنر خوبم و خلاصه همه کاره در دفتر خیلی مصروف است، نصرت رای کیهان. سلام، صبح بخیر. سلام جان، چه جان، خوب هستین؟ بخیر. خوشحال هستم که این صبح زیبا را در کنار ما هستی و چهره مبارکتان اول صبح میبینم. تشکر شما جمشید جانی که ما را لایق از این فکر کردین که ما را دعوت کردین و در کنارتان آلوششتیم. سلامت باشید. خیلی یک برنامه خوب را داشتیم با هم. یک هفته در کنار هم بودیم، از 6 صبح که میرفتیم تا 8-9 شب و هر لحظه که در کنار هم بودیم خیلی خوش میگذشت و او هم یک برنامه خیلی خوب بود به نام هدف. برنامه بسیار خوب بود، روزای کم روزای سخت بود، گرمی بود، خاک بود، اما بازم تانستیم با همکاری تیم خود که یک تیم بسیار قوی داشتیم این برنامه را به پایان برسانیم و برنامه بسیار خوب بود. و یک چیز بسیار جالب که ما شما در اونجا بسیار سیام شدیم، رنگ ما هفته سوختان نبود. نصرت عزیز، پیش از اینکه بیایم سر اصل موضوع، سر اصل طرح برنامه، خود برنامه و هدف برنامه که نامش هم هدف است، اگر موافق باشی یک قسمت از برنامه را یا مو تصویر زیبایی را که خود ساختی او را با هم ببینیم. میبینیم انشاءالله. بند قرغه فصل اول برنامه هدف از اینجا آغاز میشه. خدا. کابل، بند قرغه فصل اول برنامه هدف از اینجا آغاز میشه. بازی آغاز شد، باز هم دو اشتراک کننده با توانایی خوب. خوب تشویق، چند تایی که بذارین الفه ها وارد چنگک بسازین با این کارتی. نه دیمیس بینقر دیمی که یک امتیاز به نفع خود رقم زد. تیم های اشتراک کننده از تیم هندوکش و تیم امیر امزه این موانع ها را باید طی بکنند. افغان بیسیم هدف. سپاس از حامی برنامه، شرکت مخابراتی افغان بیسیم و برنامه بزرگ و بزرگترین برنامه سرگرمی و تفریحی در افغانستان که بار نخست بود از آریانا و ادامه داشت. و از نصرت بیشتر میپرسیم. نصرت، خیلی برنامه جالب بود و اشتراک کننده همش ورزشکارا بودن. بیاین بیشتر از خودت بدانیم که طرح برنامه و شروع برنامه، ختم برنامه چیگونه است؟ خب جمشید جان، قرار است که هم تو خودتان که میدانیم ما خودت یک جای کار کردیم تقریبا این برنامه را، که ما 8 تیم داشتیم که هر تیم 10 بازیکن داشت و این 10 بازیکن تقریبا در 5 مرحله باید بازی میکردن که تا به مرحله سیمی فاینال میرسیدن. بله. بعد از او مرحله فاینال میرسید و این تورنمنت قسم جور شده بود
که در مرحله حذفی هر تیم که میامد در مرحله حذفی تیم اگر بازنده میشد او از تیم حذف میشد، بالاخره چهار بهترین یا تافور انتخاب میشد که او به سیمی فاینال میرفت و در سیمی فاینال این تافور به شکل اکس باید به یکی دیگه مقابل میشدن، رقابت میکردن و از این دو تیم به سیمی فاینال را پیدا کرد که حالا نمیگیم که برنده کیست. خب دو تیم به سیمی فاینال را پیدا کرد که از دو تیم یک تیم مقام اول به دست آورد و یک تیم مقام دوم به دست آورد و همین پروسه را که ما ساختیم بسیار جنجالی هم بود، به خاطر که ما باید ورزشکارایی که فت می بودن از لحاظ جسمی فیزیکشان بسیار بالا می بود، به خاطر که موانعی که هست اگر وزن در اونجا زیاد می بود شاید آسیب می دیدن، به خاطر که موانعی است، از موانعی باید یک کس باشه که فیزیک خوب داشته باشه، وزنش کم باشه تا بتونه از اون موانع به خوبی عبور کنه. بله. ما خودت بسیار امیر کار کردیم که حتی امرای سرتیمایش گپ زدیم بارها که ورزشکارای باشن که از 70 کیلو نباید وزنش بالا باشه. بله، بیشتر از 70 نباشه. چون خودشان آسیب میدیدن، موانع خوب آسیب نمیدید، اما خود ورزشکارا در اوجال که خودم انداخ بله. یا در از موانعی که عبور میشدن اگر وزنشان زیاد میبود آسیب میدیدن. دقیق. دیگه بسیار یک تورنمنت یک لیگ بسیار خوب بود. جالب بود، دیدنی بود برای شما و پرودوسر برنامه صلاحیت همه چیز داره. و از نطاق برنامه هم راضی بودیم؟ خب نطاق برنامه بسیار عالی بود، گرچه بسیار در اول ما خودت بسیار تمرین هم کردیم. رقم بخاطر که اولین برنامه بود که ما در بیرون از استودیو یک برنامه بزرگ بود، گیم شوی بزرگ بود کار میکردیم، اما یک دلهره یک چیز می باشه صد همیشه نگه از بیم بلا که در بین بلا باشی باز راحت‌تر میباشی، اما بیرون بلا یک کم ترسک داشتم، وقت داخل بلا شدیم بازم ترسک هم دور شد و خودت موفق هستی و تشکر. موفق بودی، بسیار عالی بود، سلامت باش نصرت خان. کلش برمیگرده به همکاری دو شخص که بیشتر تلاش کردن، نصرت که پرودوسر برنامه بود، من راضی بودم. زمانی که پرزنتر از پرودوسر خود راضی می باشه و پرودوسر از پرزنتر خود راضی می باشه، باز طبعا او پرزنتر درخشش خوب می داشته باشه. اگر نه که خدای نخواست پرودوسر نتونه باز پرزنترم راه خود گم میکنه. خب کل چیز برمیخوره به یک تیم ورک بسیار قوی بله. که باید غیر از پرودوسر و پرزنتر یک تیم بسیار قوی می باشه که در پشت صحنه می باشه و او تیم هیچ کس نمی بینه روی صحنه، حتی کس نمیشناسه، اما کارهای فیزیکی بسیار سخت میکنه، مثل در این گیم شو که کارهای بسیار دشوار بود. حتی قبل از شروع از این گیم شو که ما ریکاردینگ از این ثبتش شروع کنیم، تقریبا ما 15 روز الا 20 روز تیم کلش زحمت کشید، به شمول خودت، به شمول همکارا زحمت کشید تا ما تانستیم آماده شیم، وسایل و امو جای فراهم بسازیم و وسایل آماده بسازیم بله. آماده شیم به برنامه. این کلش یک چیزی بود که باید یک تیم ورک قوی می داشتیم و خوشبختانه داشتیم. از او خاطر تیم ورک باشه موفق میشیم انشالله. نصرت عزیز، خب این فصل اول برنامه افغان بیسیم هدف بود، برنامه اول ما و شما هم بود، کمی ها و کاسی ها هم حتما یادداشت کردین که چی بود، باید نواری چی داشته باشیم. از نظر خودت کمی ها و کاسی ها چی بود و میتونیم که به فصل بعدی که بخیر آغاز بکنیم امو کمبودی ها را پوره بسازیم؟ خب کمبودی و کمی و کاستی در هر چیز می باشه، حتی انسان هم کمی و کاستی خود داره، اما تا هر برنامه هم کمی و کاستی خود می داشته باشه و این برنامه تجربه اول بود. با فصل دوم این برنامه که انشالله در یکی از ولایت ها خود بود که هنوز مشخص نیست، ما آمادگی داریم و دیگه می خواهیم آماده شویم تا حتی به اندازه نوک سوزن کمبودی وجود نداشته باشد، چون برنامه به شکل تورنمنت است و ورزشکارا باید بیاین اشتراک کنن، حتی از ولایت ها بیاین اشتراک کنن تا این برنامه رو بتونیم حتی بیرون از کابل ما راه اندازی کنیم. فصل بعدیش هم بازم جمشید احمدی از کنارت یانه ان شاء الله یا چرا تغییر میکنه؟ نه ان شاء الله جمشید احمدی خاطر. خب فیدبک برنامه چطور است؟ جوانا چقدر از این برنامه راضی بودن؟ علاقمندی جوانا چطور بود راستی؟ خب این برنامه خو اصلا برام طبقه جوان برای انداخته شده بود که غیر از ورزشکاران طبقه جوان میتونستند در این برنامه اشتراک کنند و اشتراک هم کردند، تنها ورزشکارا نبود. باید این قسم برنامه برای انداخته شود تا جوان ها تشویق شوند، بخاطر که در افغانستان همگی پشت روزگار و درس و این مسائل است، باید این قسم برنامه برای انداخته شود تا یک تفریح شود برای جوان ها بیاین اشتراک کنند و یکم
خستگیشان هم دور شد. خیلی هم راضی بودن نسبت با وجودی که خیلی چالش ها هم داشتن، اما چون یک انگیزه بود، هدف همونی بود که چون امتیاز داشت، امتیاز نقدی هم داشت، کسی که تیمش اول میشد، مقدار خیلی پول هم در نظر گرفته بودن. واقعا پول کمی نبود، 75,000 افغانی فکر میکنم به تیم اول اهدا میشه. 75,000 به تیم اول و 25,000 افغانی به تیم دوم. دیگه مشخص هنوز نیست که تیم اول و تیم دوم کدام تیم ها است. دیگه باز می دو تیم در نظر گرفتین؟ قانون اول دوم سوم باید در نظر می گرفتین. چطور که شما سوم و چهارم خود جوایزش باز زیاد وقت می لیگای بسیار بالا که لیگای فوتبال و کرکت است اعلان نمیشه. آها. اما مشخص هم دو تیم میباشه همیشه، تیم اول و تیم دوم. دیگه باز او خب حساب رده بندی باز سوم و چهارم تا تیم هایی که ما هشت تیم داشتیم، تا هشت تیم کلش قسمی که در جریان است رده بندی شده. رادمندی شده باز حتما در نظر گرفته میشه. بخیر. آها. نصرت عزیز چی خوب کردی که در برنامه اومدین، برنامه صبح زندگی و در رابطه به برنامه هدف یاد کردین. کدام ولایت انتظار باشه؟ مشخص خب هنوز مشخص نیست. سیام بان که یک سرپرایز باشه. سرپرایز باشه. ببینیم که کدام ولایت میشه. خب ولایت‌های اگر دیرتر شروع کنیم شاید ولایت‌های گرمسیر باشه، و اگر زودتر شروع کنیم شاید ولایت‌های سردسیر هم گرفته بتونیم. خب ورزشکارا آماده باشند در تمام ولایت‌ها. هوای برفی هم اگر باشه در زمستان هم اگر کدام فصل داشته باشند در کدام ولایت خیلی سرد. خب باز به خودت مشکل نمیده. پرزنتر که سرد باشد مکان یا باز شاید گپ زده کمتر بتونم. اقسم نشد جمشید جان، در اینجا اگر که هفته و سوختان در اونجا باز خنک نسوزن. خب سردی و گرمی است. اتفاقا بند قرقه کابل هم طوفان‌های شدید بود، خاکباد هم بود، اما با اونم تلاش کردیم فصل اول برنامه را زودتر تمام بکنیم. خب بینندگان برنامه را ببینن. برنامه بسیار خوب است، برنامه بسیار جالب است. برنامه از ساعت 9 الی 10 شبای پنجشنبه و جمعه نشر میشه و پیش میریم. بخیر انشالله که موفق باشین. تایم برنامه رو گفت پنجشنبه شب و جمعه شب از ساعت 9 الی 10 از تلویزیون جهانی آریانا فراموش نکنه. سپاس نصرت، موفق باشین. تشکر از خودتام جمشید جان، موفق باشی، سلامت باشین. و سپاس از شما عزیزا که بیننده برنامه صبح زندگی هستین. بقیه برنامه صبح زندگی رو با همکارم بصیر حبیبی، با مهمانش حفیظ امیری همکار خوب ما، گزارش سطح شهر کابل و بسای معلوماتی که آماده است از آدرس برنامه صبح زندگی یک تا یک تقدیم شما میشه. فعلا هم وقفه و ادامه برنامه صبح زندگی.